یادآور میشم که ما مردم افغانستان در یک شرایط بسیار دشواری قرار داریم که ملت ما بعد از یک دو دهه نفس کشیدن در فضای باز سیاسی بار دیگر در آستانه یک باطلاق استبداد هستند. دیگر راجع به مسئله رفتن آقای اشرف غنی و فرار بسیار غیر منتظره و ناجوان مردانیشان بگویم که ما اصلا اطلاع نداشتیم که کابل را به این زودی اونا ترک، یعنی ما به چوکات یک هیئتی که از سران جهادی و سیاسی بود عازم پاکستان بودیم. ما میخواستیم بریم اونجا راه تسهیل یک حکومت مشارکت ملی فراهم بکنیم که طالبا هم بیاید در ساختار اما نظام آینده یک نظام مشارکتی ایجاد شود و از پاکستان که سر طالبا نفوذ داشتن از اونا هم استفاده شود که اونا فشار بیارن که طالبا به این قناعت کنه و این طرف هم سر آقای اشرف غنی. ما هیئت در میدان هوایی بودیم که آثار تحول معلومات میشد کم کم که گویا کابل در آستانه یک تحول است. ما نمیدونستیم که آقای غنی فرار کرده. بعد از این که ما پرواز کردیم پاکستان آمدیم خبر شدیم که آقای غنی شب فرار کرده یا صبحش فرار کرده. هیچی غیر منتظره بود. حتی در ملاقاتی که ما با آقای باجوا داشتیم اونا هم با این که اشراف بر حوادث دارن اونا هم غافلگیر بود. ما فکر میکرد که ما فکر میکردیم که زمستان میگذره و یک در بهار سال آینده شاید تحول بیاد، اما این تحول به گونه آمد که همه را غافلگیر کرد. واقعا یک تحول دراماتیک، یک تحول ظاهرا سوری که هیچ گونه مقاومتی نشد با همی 300 هزار نیرویی که میگفتند کماندو درست کرده و قطعات خاص درست کرده و اردوی ملی هست. در هر جای 100 تانک، 200 تانک با همه چیز تحویل طالبان میشد. ما حیران مانده بودیم که چه رقم یک تحول است که یک سنگر گرفتن بسیار کار مشکل است، اما چطوره که ده ها ولسوالی صدها اراده تانک و وسایل یک جا تحویل میشه. اینا کاملا برای ما هنوز یک معمای حل نشده. سیاست همیشه سر نظامی حاکم است. وقتی که حکام یک کشور، حکام سیاسی یک کشور اراده بر مقاومت نداشته باشه و وادار کنه اردویشان را به تسلیم شدن، اردو تسلیم میشه دیگه. به چند جهت اردو آسیب پذیر بود. اول اینکه خود امی حکام جمهوریت 3 نفره میگن و چند نفره میگن امینا اراده بر مقاومت نداره، سیاسی خود سیاست خود جنگ نمیکنه که شکست خوره. گفتم امی سیاسی که وقتی که رئیس جمهور تسلیم شوه، وقتی که دستگاه حاکم تسلیم شوه، خب عسکر بره کیج بجنگ. سیاسی خود از وقت اینا کنار گذاشته شده بودن. از روزی که پای نهضت آمریکا در افغانستان آمد، شعار و فشار علیه رهبران سیاسی و جهادی شروع شد دیگه. نامه‌های بعدی که سر ما مانده بودن که جنگسالار و ناقضین حقوق بشر و این و آن و اینا، 20 سال نامه را از صحنه خارج کردن، 20 سال فشار دادن. این خود تازه نبود که آقای اشرف غنی ما را شکست بده یا طالب. ما در جریان تمام تحولات فقط نمیخواستیم که اما پروسه که آغاز شده در دنیا که میگه ملت سازی میکنه و بازسازی میکنه و انکشاف میه، ما همه رو نخواستیم که سبوتاج کنیم و الا اونا ما رو بسیار شکست داده بودن، بسیار فشار داده بودن. این اخیراً که آقای غنی بیرون رفت، خوی آخرای کار بود دیگه. ما از رهبران سیاسی و جهادی خب بعضی سفیدایشان خب به رحمت خدا رفته بودن و وفات کرده بودن، باقیایی که مانده بودیم هم زیر ضربات 20 ساله آمریکا و حکومت‌های دست‌نشانده‌اش و اینا هم ما تنها نفس می‌کردیم. پای دوران کمپاین خلایده است، ولی خب واقعا آقای غنی اما
شیره جان مردم افغانستان کشید. این آدم گشنه خدا زده ای قدر چولید مردم، ای قدر تاراج کرد که هیچی در افغانستان نماند. اون با خود گرفته برد، خدا نوش جانش بکنه یا زار جانش بکنه، اون میره قدی در جای دنیا از او عیش و نوش میکنه دیگه. در ظرف 7 سالی که حکومت کرد دیگه غیر از چور دیگه کار نه، خوش ما نمیاد از آقای غنی. وقتی که وزیر صاحب دفاع آقای بسم الله خان وزیر دفاع میشد، شب بر من زنگ زد گفت که فردا معرفی میشم به حیث وزیر دفاع، شما هم در اونجا تشریف بیارین. باز من به وزیر صاحب دفاع گفتم مبارک باشه، مجاهدی بزرگ رفیق ما هستی دیگه، یار احمد شاه مسعود قهرمان، ولی در یک موقعیت خوب وزیر دفاع نشدی. بازمو داستان شهریار رو گفتم که یک شهریار یک شاعر که است که یک شکست عشقی خورده بوده و باز در آخر عمرم و مشوقیش در بیمارستان پرسیدنش آمده بوره که دیده پیر بوده دیگه، گفته آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا. ما بسم الله خانه گفتم تبریکم بگم، اما شعری چی نمی خوانم شهریاره که آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا. روزی که روز ده ولس ولی به طالب تسلیم میشه، روز 100-200 تانگ تحویل طالب میشه، آره توی جله و سیله گرفته میتونی؟ گفت توکل به خدا کار خودش رو میکنیم. وقتی مجاهد بزرگ در وزارت دفاع آمد که همه چیز از دست رفته بود، یعنی آقای اشرف غنی وقت توافقات خود کرده بود، یک دفعه 80 ولسوالی را توافق کرده بود که یک بار به طالب ها اعلان کنه باقیش نگاه کنه. اگه یک واقعا مقصدش نگاه کردن بود، یعنی 80 ولسوالی را از افغانستان که در طالب بیت دیگه باز نفر گیر میتون دیگه، اونجا قدی سوتشوب میرفتن جلوی تانگای را که نادا طالب ها داده بود میگرفتن. امزونا پرسان کنه که می اگر آده تانگ شما دمی مجاهدین دادین، ما یکان بزبزه که پیدا میکردیم میگفتیم که او برادر اگه به 30 تا از ام 16 برای ما بتین که ما بزبزه که سرش نصب کنیم. نه میگفتی برای خود ماست، برای اردو است. ما یک ام 16 را $3,000 میخردیم دیگه، در حالی که هزارا هزار ام 16 روزانه به طالب میداد، اما ما یک دانه نمیداد که ما یک بزبزک سر. مردم افغانستان بسیار بدش میه، از مجاهدین افغانستان بسیار بدش میه، دشمن مجاهدین است، دشمن اسلام است، دشمن همه مردم افغانستان است. اونا لازم نمیدیدن که سلاح به دست مجاهدین و به دست مردم افغانستان باشه. نظام نو جور کرد آورد، باز بعد از او خودش امین نظام به توسط عناصری که روی کار آورده بود برباد کرد. شما نمیفهمید که امریکا امی آقای غنی روی کار آورد؟ از 36 میلیون رای دهنده، 36 میلیون نفوس که شاید البته یک دو سوم از رای دهنده بود، خب این فقط در انتخابات 19 لک نفر اعلان شد که رای داده که او هم دروغ بود، اما 19 لک هم نبود. و رای آقای غنی را 700-800 هزار جور کرد که او هم دروغ بود. آقای غنی از 100 هزار رای بالا نداشت، شاید هم 100 هزار رای واقعی هم نداشت. خب این را آورد امریکا به زور سر ما رئیس جمهور استاد کرد. ما در جلسه ای که امرای دکتر عبدالله و امرای تیم امثبات و همگرایی با سفارت امریکا داشتیم، سفیر امریکا محمد و آقای خلیزاد، آقای خلیزاد مشت خودم تو گریه کرد و دم کف دست خود زد، گفته اگر قبول نکنین ما ناتو علیتان اقدام میکنه. یعنی خود به زور ناتو به زور قوی امریکا آقای رئیس جمهور اشرف غنی رو آورد که یک چند دوری دیگه هم چور کنه افغانستان. من هم فهم که بینشون چی قرابت و چی برادرخواندگی و چی شراکت است. اون رفتن تمام دار و ندار مردم افغانستان چور کرد و چور کرد تا روزی که طالبا آمد. طالبا که آمد آقای غنی بسیار با خیال راحت رفتن، برای از اینکه قدر پول برده که خدا. ما طرفدار از این هستیم که از طریق مذاکرات سیاسی
یک حکومت هم شمول بیای و تا یک کل مردم افغانستان با همدیگر یک جا در یک نظام زندگی کنه. که اگر حکومت هم شمول نیه و یقینا که افغانستان یک کشوری نیست که مردمش به زور تابع شود. طالبای را خودشان هم میدانه که به زور تابع نمیتانه و باز هم اگر خرابی کردن، اگر طالبا حال بعضی جایا بسیار خرابی کردن، در کابل هم دستاندازی های خوش شده، منتها خصوصا در بامیان برای من اگر راپور آمد که بسیار صدها موتر مردم را بردن به زور گرفتن طالبا، عقده های شخصی و محلی را شروع کردن در بعضی جاهای دیگر در شمال هم می رقم. اگر این رقم در سوفیا برای ما شکایت کرده بود که ما را گفته که 600 میل سلا بیارین، خوب این سلا را اونا کدام کارخانه سلا سازی که نداره پیدا کرده برای طالبا بیارن، او را باید بخرن، از کجا بخرن، پولیش از کجا. اگر طالبا هم بطور که میگم ما برادر با مردم افغانستان دشمنی نداریم، مردم مزاحم نمیشیم و اطمینان برادرای پاکستان هم که ما رفته بودیم من میگه پا را زدن که طالبا مزاحم کسی نیستن، برای یک حکومت همه شمول قانع هستن. اگر او گپا بود خونه موفق میشن که یک حکومت همه شمول درست بکنن، باز با پشتوانه امو طالبا که دیگه کسی بیرون نمیمانه از نظام، باز را برای پیشرفت و برای ثبات هم هموار میشه. اگر نیکی او رقم نشد، همزیستی نشد، خب بعد از اون خرابی میشه دیگه. او آینده از آدم گفتن در اون موفق نبوده طالبا در کنترل افکار عمومی و در قناعت مردم. من فکر میکنم که اگر یک رای را برای اقناع جامعه افغانی پیش بگیرن، یک رای مسالمت آمیز را، در این حال قوانین اسلامی رعایت میشه، یک نوع عدالت باشه، مشارکت ملی باشه که خودشان هم از حکومت همه شمول حرف زدن دیگه، او امکانش هست. هزاره ها هم نیستن که نگران است دیگه، همه اقوام افغانستان نگران اوضاع هستن، خب هزاره ها یک کمی بیشتر و ما به شدت و به دقت قضایا را مراقبت میکنیم و ما میبینیم که اوضاع به کدام سو میره. اگر اوضاع به سوی رفت که مردم زیر پای شدن دیگه، باز ما هم حرفای خود جدیتر خواهد. طبیعی است وقتی که به تنگ آمد میگه به جنگ آمد، وقتی که مردم فشار زیاد دید طبیعی است که باز ممکنه که مخالفت های زیاد ایجاد شد و گسترده شد. یک آدم 66 ساله هستم، جست و خیزم مانده، می کم برستاب هستم دیگه. اگر من خودم رفته نتونستم، صدای ما کار میکنه در سر کسایی که بگویم برادر اینا که ظلم است، شما هم در مقابل ظلم استاد شوید. لکن خدا نکنه که او روز باز بیاید که ما دست به قیام مسلحانه ببریم، که وقت کار افغانستان یک کم مشکل تر میشه. علاقمند از اون نیستیم و ما علاقمند حکومت داری هم نیستیم، فقط اینکه عدالت باشه، مردم سهیم شوه دیگه، برای ثبات کشور، برای آرامی مردم دعا کنیم. بهتر است تا اینکه دیگه یک سلا را گرفته دیگه کودکو و جردجر را بریم، که حال ما کمک مستفید شدم، زیاد شوقش ندارم. لیکن خدا نخواسته اگر روز به او جای رسید، باز ما هم سنگرهای زیاد داریم که اونا امو کار را که من میکنم اونا بکنن، نیاز به من نیست. ولی ما اون روز از خدا نمیخواییم، میخواییم که بین مردم افغانستان آشتی باشه، برادری باشه. طالبا هم سپاس. از امی روزگار تجربه گرفته باشه که چطور حکومت داری کنند. برای ما خب مهم نیست که هزاره ها خو رئیس جمهور نمیشن. من هم خودم رئیس جمهوری کاندید کردم، 12.5% رای بردم. معلوم میشه که هزاره ها و شیعه ها کم است، رای بردن نمیتونه. در یک حکومت میخواد شریک شود، یا در حکومت عادلانه زندگی کنه. افغانستان و قد نفر داریم که اگر یک وقت خدا نخواسته ضرورت شود از اونا سرش صدا کنیم. فاطمیون خب برادرای
افغانی ما اصلا از اینجا بودم فهم که چه رقم رفته اونجا، ولی زیاد با اونا آشنایی ندارم و شناخت ندارم.